آیا امکانی وجود داره که بتونیم با موتور جستجو گیفت کارت وی باکس فورتنایت بگیریم؟ داخل این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که آره میشه. واتساپ ابوالفضل هستم، خوش اومدیم به ویدیوی فوق‌العاده خودتون. همونطور که در ابتدای ویدیو هم گفتم، امروز میخوام آموزش بدم که چطوری با استفاده از موتور جستجوی بینگ یا موتور جستجویی که متعلق به شرکت مایکروسافت، گیفت کارت ایکس باکس، گیفت کارت مایکروسافت و حتی اشتراک گیم پس بگیریم و در نهایت اینا همه ختم میشن به گرفتن وی باکس فورتنایت که در ادامه بهتون آموزش میدم. یه نکته بگم، چون سوال خیلی ها هست اینکه چطوری ما میتونیم از گیفت کارت ها کسب درآمد کنیم. خیلی اون گیفت کارت ها رو نیاز ندارن و میخوان اونا رو بفروشن و اون پول دلاری یا یورویش رو به دست بیارن. توی این ویدیوی جداگانه فکر کنم هفته دیگه احتمالا منتشر بشه، تو اون کامل توضیح میدم که راحت بتونین از این گیفت کارت هایی که به دست میاریدم کسب درآمد کنید. در ضمن یادتون نره ویدیو رو برای بهترین دوستانتون بفرستین و ویدیو رو هم حتما لایک کنید. این قسمت که میبینید تایملاین ویدیو میاد، میتونین راحت ویدیو رو جلو عقب بکنید و حتما برای اینکه آموزش ها رو از دست ندین اون دکمه قرمز سابسکرایب مشترک شدن رو کلیک کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید. یادتون نره کامنت بذارین و بگین ویدیو بعدی در مورد چی باشه. بریم سراغ آموزش. ببینید، بخش ریواردز مایکروسافت ایران رو تحریم کرده. قدم اول اینه که یک فیلتر شکن بزنید و آی پی تون رو تغییر بدید. این نکته رو بگم، همه کشورها این سرویس براشون فعال نیست، مثلا آمریکا، فرانسه، آلمان میدونم اینا فعاله. یک از این کشورها رو انتخاب بکنید و وارد سایت microsoft.com/rewards بشید، یا اینکه بزنید rewards.microsoft.com، فرقی نداره. microsoft.com/rewards رو بزنید، وارد بخش ریواردش میشین. این نکته رو بگم، زبون این بخش متناسب با آی پی که انتخاب میکنید. اگه مثلا فرانسه زدید دیگه انگلیسی نیست، چیکار بکنید؟ بین پایین این قسمت فوتر، اینجا بخش فوتر، اینجا زبون رو نوشته، روش که کلیک بکنید وارد بخشی میشین که زبون رو انتخاب بکنید. شما وقتی که اومدین به این صفحه، ساین این رو بزنید و وارد حساب مایکروسافتتون بشید. ببینید دیگه نیازی نیست من آموزش ساخت اکانت مایکروسافت بدم، دقیقاً شبیه به ساخت حسابای دیگه ایه. اگه هم بلد نیستید خیلی راحت تو گوگل سرچ بزنید، آموزش‌های زیادی من. جوین رو بزنید بعدش و در واقع عضو بخش ریواز مایکروسافت میشید. وقتی که جوین رو بزنید وارد این صفحه میشید، در واقع داشبوردتونه. یه نکته رو اضافه بکنم، ببینید شما کار خاصی نمی‌کنید، شما کارهای روزانه‌تون رو می‌خواید یک سرچ انجام بدید، میایید سرچتون رو با این انجام میدید. شما نباید انتظار داشته باشید از این بخش که داخل یک روز گیفت کارت بگیرید. شما باید کارهاتون رو همینطوری که انجام میدید از سرویس‌های این انجام بدید، به جای اینکه از سرویس‌های مثلا گوگل یا چیزهای دیگه انجام بدید. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، موتور جستجوی بینگ فوق‌العاده است و در طول زمان همینطوری که بگذره یکی دو ماه بعد میتونید گیفت کارت رو بگیرید. و این نکته هم اضافه بکنم، من خودم از دو تا حساب استفاده میکنم. چرا از دو تا حساب استفاده میکنم؟ ببینید مثلا این ریواردز 30 تا جستجو در روز بهتون اجازه میده انجام بدید و در واقع از اون 30 تا فقط میتونید امتیاز به دست بیارید. جستجوی بعد اون 30 تا امتیازی براتون نداره. الان اگه دو تا حساب داشته باشید، خب در واقع میشه روزی 60 تا سرچ، درسته؟ تو یکی از حساباتون یه مقدار امتیاز کسب کنید، تو یکی هم یه مقدار امتیاز کسب کنید. همینطوری تو طولانی مدت وقتی که امتیاز کافی رو کسب کردین، به جای اینکه یک گیفت کارت بگیرید، همزمان دو تا گیفت کارت میگیرید. سرچ کردن زمان زیادی نمی بره. شما همینطوری سرچ بزنید، یک اینتر، دو اینتر، همینطوری سری 30 تا رو سرچ میکنید. شاید 10 دقیقه زمان نبره در روز. و اینو که اضافه کنم، فقط از طریق سرچ نیست، راههای دیگه هم داره که بتونید امتیاز بیشتر رو کسب کنید که در ادامه بهتون میگم. خب ما وارد حساب کاربریمون شدیم. ببینید سطح بندی داره که الان مثلا میگه 459 امتیاز دیگه بگیرین، ببینید سطح 2 تا بتن هر سطحی خودش طرحی متفاوته. خودش داره اینجا امتیازایی که کلا میگیرین و اینجور موارد نوشته، کار ندارم. این بخش تجزیه نقاط، البته من آی پی فرانسه، زبون فرانسوی شده، بعضی بخشاش انگلیسی نشده. در واقع من اومدم اینجا انگلیسی رو زدم، ولی خب میبینین بخشا انگلیسی نشده. خب مثلا اینا انگلیسی نیستن، فرانسوی ان، به خاطر همین دیگه گفتم ترنسلیت تو پرژن رو بزنن کامل فارسی بشه. جایی که کلیک بکنید اطلاعات بیشتری بهتون میده. خب اینجا در واقع اون امتیاز میگه 459 تا دیگه بگیریم میریم لول بعد، 41 امتیاز دارم. این دو بخش رو نگاه کنید، الان این دو بخش متفاوته. مثلا چند ماه پیش که من وارد این بخش شدم، حالت موبایل هم داشت، یعنی میگفت آقا شما با موتور جستجو، میگفت با موبایل برید تو موتور جستجوی بینگ سرچ بکنید، هم روزانه میتونید امتیاز کسب کنید. ولی خب الان برای لول 1ش اینو هست کردن. نوشته 6 از 30. من این بخش داره میگه که آقا شما روزانه 30 تا سرچ بکن داخل موتور جستجوی بینگ و به ازای هر باری که سرچ بکنی 3 امتیاز بهت میدیم و محدودیت داره 30 تا. من
31مین بار که سرچ بکنم، 32مین بار که سرچ بکنم دیگه بهم امتیاز نمیده، فقط تا بار 30م بهم امتیاز میده. این قسمت هم میگه آقا استفاده بکنه از موتور، در واقع از مرورگر اج. شما ویندوز رو که نصب بکنید، داخل همه ویندوزها این مرورگر اج هست، البته از چون جدیده از بکنم از نسخه 8 به بعد اومده، 8 داره و 10 هم داره مرورگر اج. اینجا اگر سرچ بکنم اج، این مرورگر برام میاره، میگه از این مرورگر استفاده بکن، برو تو موتور جستجوی بینگ سرچ بکن و در ما 90 امتیاز میتونی از این به دست بیاری. بخش اصلی که بیشتر امتیاز میتونیم به دست بیارین در واقع این بخش موتور جستجو سرچه که روزی 30 بار میتونید به دست بیارید. حالا به عنوان مثال من یه بار تست بکنم، ببینید من الان 41 امتیاز دارم. این قسمت رو هم حتما دقت کنید که این بخش اومده باشه. اگه این بخش نیومده باشه، شما هرچی هم سرچ بکنید در واقع امتیازی نداره براتون. این بخش میاد، شما لاگین بکنید و جوین بشین داخل بخش ریواردز، این بخش به موتور جستجون اضافه میشه. من اینجا مثلا، من الان قبلا جی تی آی رو سرچ کرده بودم، اینا رو مثلا جی تی آی رو سرچ بکنم، 41 مگه نیست؟ الان رفتم داخل بخش کویزش، من وارد بخش کویز شده بودم، الان در ادامه بهتون میگم کویز جریانش چیه. ببینید سه تا اضافه شد، مثلا من همینطوری میزنم، ببینید 44 47 اصلا عدد میزنم، 1 47 الان درسته 45 2 50 الان. خب به همین صورت همینطوری سرچ میکنید. ببینید الان با این بخش رو رفرش کنم، 53 امتیاز شد و 18 بار من استفاده کردم. ببینید حتما برای اینکه بخواید امتیاز بیشتر کسب کنید، در واقع افزونش هم نصب بکنید. اینجا میتونید کلیک بکنید و ببینید افزونش رو با توجه به اون مرورگری که دارین رو مرورگرتون نصب بکنید. نکته بعدی این نوشته ست روزانه، این بخش در واقع معمولا سه تا کار میاره که خیلی راحت هم هستن برای اینکه بتونید روزانه امتیاز بیشتری رو کسب کنید، علاوه بر اینکه میتونید از بخش سرچش به دست بیارید. این اولیش، حالا نمیگم همیشه، معمولا فقط یک سرچ، یعنی شما رو این کلیک میکنید یک سرچی انجام میده بهتون امتیاز. حالا مثلا دومیش در واقع یک کویز، سوال میپرسه، من رو این کلیک بکنم، من الان چند دقیقه پیش دیدین که کویز آورده بود برام ولی لغوش کردم، حالا مثلا این سفر آورده، من پرژن رو میذارم، حالا یک کویزه با توجه به این جستجویی انجام داده شروع رو میزنید، اگر درست بزنید 30 امتیاز بهتون میده و موارد دیگه هم داره. کار ندارم با این بخش، ببینید اینا روزانه ان، حالا مثلا چیزایی که مال فردا ان، ببینید که الان فعال نیستن تا روز بعد. میام پایین تر، ببینید یک سری فعالیت های دیگه هم داره که بتونید با اونا امتیاز بیشتری رو بگیرید. مثلا الان این رو هم زدم، بیاین پایین تر. بخش اصلی هدف شما ما اون گیفت کاردی که میخواین، هدف گذاشتن رو اینجا میزنم. ببینید ایکس باکس گیم پاس میخوایم، گیفت کارت در واقع این قرعه کشی، البته گیفت کارت 10 یورویی اسپاتیفای میخوایم، گیفت کارت ایکس باکس میخوایم، در واقع گیفت کارت مایکروسافت میخوایم، گیم پاس ایکس باکس گیم پاس برای رایانه شخصی نوشته یا اینکه گیم پاس التیمیت. الان گیفت کارت سایت های دیگه هم داره و اینو که هم اضافه کنم، اینها با توجه به آی پی هستن. شما الکی امتیازتون برای قرعه کشی هدر ندین، چون اصلا کلا ریوارد برای ایران تحریم، اگه هم قبول بشینن براتون ارسال نمیکنن. ببینید به عنوان مثال من گیفت کارت مایکروسافت میخوام، این رو میزنم، 5 یورو گیفت کارت 5 یورویی مایکروسافت، 5000 امتیاز، من 58 تا گرفتم، 5000 امتیاز که بگیرم این رو به دست میارم. اینو که بگم اگه دو تا حساب داشته باشین به موازات هم کار بکنین، وقتی 5000 تا شدن طبیعتا همزمان میرسن به 5000 تا و میبینید اینا کارهای روزانه‌شون هم تقریبا یکی ان و وقتی که 5000 تا شدن به جای که یکی به دست بیارین دو تا همزمان به دست میارید. و نکته بعدی اینه که چطوری الان وی باکس فورتنایت بگیرید. ببینید شما کافیه که اپیک گیمتون رو متصل بکنید به مایکروسافت و با استفاده از الان گیفت کارت ایکس باکستون یا از اکانت ایکس باکستون یا از این گیفت کارت مایکروسافتتون برین اون وی باکس های فورتنایت رو بخرید. یا اینکه نکته دیگه که وجود داره، تو گوگل سرچ بکنید بای وی باکس وید مایکروسافت اکانت، خیلی راحت خود مایکروسافت خودش یک استوری داره که در واقع فروشگاهی داره که میتونید بخرید. ببینید این بخش رو، حالا مثلا ببینید وی باکس فورتنایت 1000 تاش در واقع $7.99 میتونید این قسمت بیاین و ردیم کد رو بزنید، اون کدی که بهتون میده رو بیاین اینجا بزنید و جایی که الان برین از طریق کارت بانکی اینجور موارد بخرید با استفاده از کدتون بیاین اینجا خرید کنید. ویدیو فوق العاده به پایان رسید، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین و برای بهترین دوستاتون هم این ویدیو رو بفرستین، سابسکرایب که اصلا فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی موفق و پیروز و سربلند باشید.